سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. مسئولان بانک مرکزی افغانستان میگویند سیاست پولی حکومت عامل بلند رفتن ارزش دلار در برابر پول افغانی نیست، بلکه عوامل دیگر سبب این مشکل شده است. رئیس بانک مرکزی ناامنی، فرار سرمایه ها، کاهش کمک های خارجی را از عوامل عمده در کاهش بهای افغانی در برابر دلار میداند. در 14 سال گذشته مثل سایر نهادهای افغانستان در بخش رشد اقتصادی زنان کارهای صورت گرفته است. اینکه از طرف حکومت وحدت ملی به خاطر رشد اقتصادی زنان چه برنامه های روی دست است و زنان تجارت پیشه به چه وضعیت فعلا قرار دارند، برای بحث بیشتر فتانه گیلانی مسئول اجتماعی زنان افغانستان اینجا با ما هستند. و خانم گیلانی خیلی هم خوش آمدید. تشکر، زنده باشین. مادر دارستان زنده و سلامت باشین. و خانم گیلانی، اگر گفته بتونید که در حال حاضر وضعیت اقتصادی زنان در چه گونه هست و یا چه حالتی داره؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام بر شما و بر بیننده‌های محترمتان. علیکم السلام. اجازه بدین که اول درود احترام بر روی پاک شهیدایی که در سوم میهود در شهر کابل جانای شیرین خود قربان کردن، بر رویشان درود و احترام تقدیم میکنم و میفرستم و تسلیت عرض میکنم به خانواده‌های شریفشان و ملت عزیز ما. ای کاش که ام گروه خلق و پرچم دست به خیانت نمیزدن که امروز نه مشکل قدر زیاد می بود که آل ایران هستیم که زودتر کدام مشکل افغانستان را حل بسازیم و مخصوصا مشکل زنها را، چون صحبت در ارتباط مسائل اقتصادی زنها است. وضعیت اقتصادی زنها اونمو قسم که وضعیت مملکت تان را می بینین، اونمو قسم که وضعیت خراب مردم را می بینین، مردان را می بینین. شما چی تعریف دارین، چی یا چی انتظار دارین که وضعیت زنها بهتر است؟ نه خیر نه. بخاطر از این که نصف نفوس افغانستان زنها تشکیل میده و نصف نفوس افغانستان محروم موندن از حق زندگی کردنی که خداوند و حق برشون داده بود. و در طول 13-14 سال کارایی که باید میشد یا فرصتهای خوبی که آمد، متاسفانه ما زنها هم مثل امو مردا وره نتانستیم. البته مردای ناتوان و زنای ناتوانی که در رس بازی ها بودن یا در رس قدرت بودن یا در رس پول ها و دونر ها و اینا قرار داشتن، متاسفانه نتونستن که یک کارهای بنیادی را انجام میدادن برای بهتر شدن اقتصاد زنها در افغانستان. اینال در طول 14 سال کارهای بسیار کم بیشون که صورت گرفته در ارتباط به رشد اقتصادی زنها او بسیار زیاد محدود و کم است. البته اقتداد زنهایی هستند که کم بیش آموختن که راه تجارت چطور یاد بگیرن و چطور کار یاد بگیرن یا چطور یک تجارت کوچک خود پیش ببرن. البته بسیار انگوش شمار موتر نظر به نفوس افغانستان تی اقتداد داریم. و دیگه مسئله ای که بسیار زیاد مهم است ای که مثلا در طول 14 سال باید بر زنها کارای ساخته میشد که زنها یک درآمد پیدا میکردن، مثل کارای بنیادی، کارای دراز مدت، کارای زیربنایی که مملکت کمکار اقتصادش بهتر میساخت که زنها به کار میفتادن. متاسفانه دیدیم که هیچ یک کار نشد. خانم گیلانی، این که یک تعداد خانما، شما هم گفتین که زمینه مساعد بود ولی نتونستن استفاده کنن، دلیل در چه بوده؟ شما دلیلش در چه میبینید؟ خب ما ببینین، چیزی که بسیار زیاد مهم است، افغانستان یک کشور اسلامی است، الحمدلله مردمش مسلمان است و شما میفهمین که در شروع آمدن دین مقدس اسلام 1400 سال پیشتر از امروز سریگان چیزی که اسلام میچرخید و قدرت داشت اون مسئله تجارت بود. که اینه ببینین که برای مردم ما چقدر یک رای نیک بود که ما باید زیاد کار میکردیم، تلاش میکردیم که خود هزی بیچارگی و بدبختی نجات میدادیم. ولی مشکلات در افغانستان که با وجود آمد که هیچ کار ما، هیچ برنامه ما مطابق به مو
قانون یا قوانین اسلامی نبود. مثلا ما هر کار رو کردیم، جنبه نمایشی داشت کارها و زنها مثلا به جای ازی که برشان آموزش و پرورش و اینا یاد داده می شد، زنها هر روز مورد خشونت های مختلف قرار گرفتن. زنها مثلا برشان یاد داده می شد که اسلام بر شما چقدر مقام و عقب بلند داده، یا شما چقدر از لحاظ دین مبین اسلام حق دارین که کار کنین، فعالیت های اجتماعی داشته باشین. اما زنها روز به روز مثلا به عقب رفته رفتن. و دیگه ای که در طول امی چندین سال، البته یک تعداد بسیار کم است که من میتونم از او چشمپوشی کنم، ولی او کافی نیست. اونا هم میبینین مشکل خود دارن. اونا بسیار بسیار مؤسساتی هست که اونا تنها بر خود کار میکنن که فقط بر خود پول پیدا کنن. مثلا مؤسساتی هست که یک خانم است، پولیش برادرش است، شوهرش است یا یوهرش است، یک مسی یا یک شرکت ساختمانی دارن. اونا خب بر زنها مفید واقع نمیشن. یا یک تعداد زنها هستن که کارهای خورده ریزی را براه انداختن ولی از کیفیت خوب برخوردار نیست. و دیگه ای که مثلا بازار ندارن، دیگه ده ها قسم مشکل دارن. ولی ما میخوایم عمومی سر وضعیت اقتصادی زنا گپ زنم. شما به ما به فقط مثال برتون میتم، شما تنها کابل ببینید که پایتخت از دل افغانستان است. شما در پایتخت ببینید شما یک تعداد زنای انگوش شمار دارین که اینا حداقل یک ذره سر پای خود استاد هستن، که در یک دفتر کار میکنن، در یک وزارت کار میکنن، در یک شرکت کار میکنن، در یک دفتر که امکانات خوبتر دارن، یک ماش یک چند روپیه به دستشان میآید که حداقل یک کمی میتونه که در مشکل اقتصادی خانواده خود نقش بازی کنه. ولی در مجموع شما میبینین که زنای افغانستان احتیاج مرد هستند. شما میبینین که زنای افغانستان در سراسر افغانستان احتیاج مرد هستند. اونا هیچ چیز یاد ندارن، هیچ چیز برشان کسی یاد نداد. پس چی باید برای اونا صورت بگیرد؟ چه کارهایی بر اونا شوه که تا اونا هم حداقل 50% خود کفا شوند؟ و خانمایی که در این چند سال توانستن خودشان سرپای ساخت شوند یا کار کردند، چقدر اونا توانستن در پهلویشان خانمای دیگر بودن اونا را ترنینگ بتن و یا بتونن که اونا را هم در بعض حرفه ها دعوت کنن؟ خب البته این یک مسئله بسیار مهم و جدی و سرنوشت ساز است سمیره جان، به خاطر از اینکه این یک زنای افغانستان نیاز به این داره که اینجا یک دولت قوی باشه، دولت پول مصرف کنه و زنها را در کارهای کلان، در کارهای تجارت بندازه. مثلا شما میبینین که امروز مثل که در گزارشتون شما اشاره کردین، شما امروز میبینین که افغانی ارزش خود از دست داده. و یک مثلا شما میبینین که سرمایه یا فرار سرمایه از افغانستان از افغانستان میبره. دیگه مشکل کلان جدی است. شما میبینید که هیچ کس علاقه نداره که اینجا دل بسته کنه به خاطر از اینکه اینجا کارهای بنیادی کنه. و هم میبینیم که بیکاری به اوجش رسیده. بیکاری به اوجش رسیده. دیگه میال امی دقیق ما شما با هم ششتیم. اما فابریکای خرد ریزی که بعض برادرها از رای حلال میخواین که هم خودشان نان بر خود پیدا کنن و یک جا تا افغان بیچاره را به کار بندازن، امروز میبینین که در سراسر افغانستان برق نیست. پایتخت در پایتخت یک مملکت که مردمش به تاریکی به سر بره، شما فکر کنین تمام کار بال فلج است با مملکت. با مخاطر است که اگر شما ببینین همیشه در میزای گردی که ما آمدیم حقیقت گفتیم، آمدیم راست گفتیم، ما همیشه آمدیم گفتیم که بایتی وضعیت خاتمه پیدا کنه. پولایی که در افغانستان آمد اگر به شکل درست برنامه ریزی میشد، البته همون کشور خارجی هم که پول بر افغانستان داد یا با مو افغانی که تسلیم کرد یا با مو وزارتی که تسلیم کرد، اگر یک نظارت درست میشد برای هر دو، هم خارجی هم افغان، پیسه های فومایل نمیشد، پیسه گم نمیشد که اینجا حداقل یک ده ها دانه فابریکه ساخته میشد که مردم هم مردا هم زنا به کار میفتادن. این که چقدر پول ها های فومایل شد و شما چی فکر میکنید که اون پول ها در واقعا در کدام بخش ها باید مصرف میشد که مصرف نشد و اون پول ها واقعا چه شد؟ ببین. شما بازم نقش زنان امروز، اینکه زنان امروز در کدام وضعیت قرار دارن تا چند سال پیش چگونه مقایسه میکنین؟ خب البته ما نمیتونیم که دیگه هر روز گفته بریم که ببین دیگه که مثلا در دوران طالب، حالا در دوره طالب یک 15 سال تیر شد، درست است؟ حالا ما را
یعنی که تو هر روز مثال نتی که پانز... چهار روز یا پنج روز طالب ما را حسیر گرفت که تو هر روز ای رو بروی ما بیاری و خود براحت بتی. اما امروز 15 سال تیر میشه، امروز مثلا حق کار، حق تعلیم، حق تجارت، حق تمام فعالیت ها را زن در افغانستان داره. ما باید ناشکری نکنیم. امروز موقف ما، وضعیت ما، آواز بلند کردن ما، رسانه های ما، اینا در منطقه بی‌نظیر است. اما این مربوط میشه به دو چیز. یکی ای که ما متاسفانه پولایی که آمد پولا به جای درست مصرف نشد، بین به مردم کار صورت نگرفت. یکی او خلاص پیسا پولا در دست یک علقه خاص بود و او علقه ها افغانستان به گروگانی خود به گروگان گرفته بودن و اونم چهار نفر مافیا، اونم چهار نفر دزا که برای همه مردم افغانستان، برای همه خارجی ها معلوم است او دزا ها و او آدم های بی‌مسئولیت که افغانستان به متی یک آلت کشیدن. ما نمیخوایم سر زو گپ بزنم، سر زی میخوایم گپ بزنم که شما یکی امروز مثلا چند تا زن غرفه داره، چرت زن مثلا کار میکنه، کم بیش در کابل یا در یک دو ولایت دیگه افغانستان مثل مزار شریف، مثلا جلال آباد یا مثل هرات، این هم کافی نیست. به خاطر از اینکه اونم 4-5 غرفه چند تا زن یا خانمی که داره، اینا اونا هم مشکلات خود دارن. مثلا اونا میگن که بازار نیست، مثلا مال ما کیفیت خوب نداره. مشکلات دیگر... عمده خانم گیلانی چی هست؟ میشه که به اون اشاره کنم؟ مشکل عمده ایست که یکی اول خود ما میخواییم همیشه رو بگویم که ما همیشه سر ازی فکر کردیم کارهای پروژهی کنیم. مسئله زنها یا تجارت یا یکی زنها از مشکل اقتصادی نجات پیدا کنن، اینا به برنامه های بسیار کارهای بنیادی نیاز دارن و پروگرام های دراز مدت. مثلا به شکل به طور مثال میخوام بگویم که شویره که ما اختیار کردیم، مثلا من طرفدار یک قوطی روغن یا یک بوچی آرد یا یک چند افغانی یا چند دلاری که یکون کس گاهی بر عزیز زنا میتن مثل خیرات یا زکات، اینا ای ما طرفدارش نیستم. مثلا من طرفدار عزیز هستم که بر زن باید آموزش داده شود، زن آگاه بسازین، زن با سواد بسازین، زن متوجه مسئولیتاش بسازین. زن همو اعتماد رو که از دست داده و فکر میکنه که من یک بیچاره و درمانده هستم که همیشه معتاد یا احتیاج مرد باشم، همیشه مثل سوالگرا واره من 10 افغانی یا 100 افغانی از مرد یا از شوهرم یا از برادرم یا از پدرم عروس بخوایم. شما باید بر زن آگاهی بتین. زن شما مو وقاری رو که خداوند برش داده، مو وقارش برش یاد نشان بتین که تو چقدر با وقار هستی، خداوند به تو چقدر حق داده، خداوند چقدر به تو مقام داده. تو باید کار کنی، تو باید حرکت کنی، تو باید یاد بگیری، بیاموزی، تلاش کنی، کوشش کنی. ما نباید تنبل باشیم. و چیزی بسیار زیاد مهم است که یک تعداد زنها در افغانستان تنبل هستند. یک تعداد زنها بانه میکنن که یا برادرم اجازه نمیده یا شوهرم اجازه نمیده، در حالی که اجازه میدن و تنبل هستند متاسفانه. اینی چیزهایی است که اجتماع زنهای افغانستان روش را اختیار کرده که زن باش کار میکنه، از دست زن میگیره و امرای زن کار میکنه و بر زن آگاهی میده، زن رهنمایی میکنه، خواندن، نوشتن، ادب، تهذیب، ایجاب، تجارت، تربیت طفل، مثلا حقوقش از نگاه دین مبین اسلام، حقوق بشر، از بین بردن خشونت ها، اینا بعد از این یاد میده که تو چه قسم یک تجارت یا یک کار کوچک را برا بندازی تا ای که تو هم در پولوی مرد خانوادید کسی شوی که امرای امفامیلت خانوادید امکاری کنی. و الحمدلله ما سالانه در حدود 2500 تا 3000 زنه به می شکل به می شوی که من برتان گفتم امرایشان کار میکنیم و اینا رو یاد میتیم. البته این بسیار زیاد کار داره، این بسیار زیاد حوصله کار داره. این کار تجارتی نیست، این کاری نیست که تو یک جای پروژه را بگی و پیسه را بتی و باز بر زن بتی و باز دروغ بگو، باز کاغذ بساز، باز بل بلگی که یا کار کمیشن کاری کنی. به اون خاطر است که این کار بسیار سخت است، ولی این می کار باید دولت میکرد. دولت افغانستان، حکومت افغانستان باید نمیت یک کار بنیادی داشته باشه برای باسواد ساختن زنها و به خاطر خود کفا ساختن زنها، که متاسفانه شما میبینید که اینا برنامه را ندارن. یعنی در ارتباط به مسئله زنها حکومت یا دولت گپ میزنه، شعار میده، ولی ما چی کنم؟ آل دو سه دانه وزیره، درست است او حق زنهای افغانستان است، دو سه وزیر شیشتا یک دو وزارت پیش میبره، ولی زن به نان نیاز داره، زن به آرامش نیاز داره. بر ما بسیار مهم است ایست که زن باید از لحاظ اقتصادی خودش خود کفا شود دیگه، مثلا استقلال اقتصادی پیدا کنه. به او خاطر است که وضعیت اقتصادی زنها را ما در افغانستان اونم قسم میبینم خطرناک، مثل که وضعیتش از لحاظ حقوقی که مشکلات های خشونت ها و چیزا هم که هست، یک بخشش همین مسئله اقتصاد است. بله خانم گیلانی، واقعا حرفای خیلی خوبی را اشاره کردین و تشکر. واقعا در این چند سال گذشته چقدر
خانم ها در بخش های مختلف در حرف های مختلف اینا ترنینگ دیدن یا آموزش دیدن؟ خب البته در مجموع که بس در ارتباط به کل زنای افغانستان بگویم به قدر کافی، یعنی زنا آموختن یاد گرفتن کمی بیشی که در کابل یا بعض پایتخت ها، ولی کافی نیست، به هیچ صورتی کافی نیست. ما باید بریم مثلا ببینیم که زنا در پس کوچه های شهر کابل در چه وضعیت هستند. بر ما مهم این قسم زناست. ما بریم ببینیم ولسوالی کابل از چه قرار است. تنها شعار دادن خود درست نیست که ما بگویم که بیاین که اینقدر زن یا اینقدر دختر مکتب میره، مثل که شعاری که هم جامعه جهانی هر روز میته و هم دولت افغانستان در طول 14 سال داد و دیدیم که اینا چقدر مکتب و کلشان اوایی بود نه. به او خاطر است که بسیار زیاد چیزی که بسیار زیاد مهم است است که ما باید کوشش کنیم که هر رقمی که میشه زنا باید از اتحاد و اتفاق کار بگیرن و زنایی که در بیرون از کشور هستند، در ایالات متحده آمریکا هستند یا در اروپا و آمریکا، اینا باید کوشش کنند با صدای ما یک جای برای ختم اینمی بیامنیتی که در افغانستان است که امنیت وجود نداره. یک چیزی که باعث عقب ماندگی زنا شده دو مسئله است، یکی جنگ است، یکی پول نیست، اقتصاد نیست. برای زن کس پیسه نمیده، پیسه در دست مافیا است و دونرا و کسایی که پول میده اما مافیا را دادن. به خاطر مشکل زنا در افغانستان بسیار جدی است و کسایی که خط منظم سالم دارن برای از اینکه اقتصاد زنا را درست به کار بندازن و با شیوهای سالم امرای زنا کار کنن، شما میبینین که او را کس امای نمیکنه. پس در خانم افغانستان گیلانی، برنامه های شما چه هست که زنان بتونن خودشان حداقل خود کفا شوند و مثل سالهای گذشته نباشن، یعنی بیشتر ترقی کنن؟ پروگرام هایی را که ما دارم در دو بخش کار میکنم، یکی پروگرام های باسواد شدن یا باسواد ساختن زن هست که آگاهی دادن به زن هست و بخش دومش هم مبارزه با فقر است که نمیخوایم که زن سوالگر شوه و سرک برای پیش هر کس دست دراز کنه و در این دو بخش کار میکنیم و الحمدلله با زحمتی که ما میکشم، ما یا همکارای عزیزم، بسیار زیاد موفق بودیم. من براتون گفتم که ما در حدود تقریبا 2500 زن هر سال قرضا میتیم و این قرضا را ما مثلا از محمد یونس در بنگلادش که 8 میلیون یا اضافه تر از 8 میلیون بنگالی را از فقر نجات داد با قرضای کوچک خود و اونم شیوی را از اونم آموختیم و اون قسم کار میکنم. البته محمد یونس جایزه نوبل هم گرفت و در فکر از این نبود که پولا را باز مردم جمع کنه ببره به دبی، اروپا و آمریکا. محمد یونس یک شخصیتی است که کل جهان او را میشناسه و ما به او شیوه کار یاد گرفتیم. و اگر کشورهای روبین کشورهای فقیر مثل افغانستان واره، اگر میخواه که زنها و یا مردا از این حالت نجات پیدا کنن، ما فکر میکنم یگانه راه نجات اینمی است که نمی شیوه را که ما گرفتیم با قرضای کوچک مردم یاد بدیم که کار یاد بگیرن، مردم یاد ندیم که کی میای حالا بدانتن یک پاکت سیرم یا قطره سیرم هم اندازه یا مایی خوردن برتان یاد میده. ما یاد میدیم که شما چی رقم موی بگیرین یا مثلا چی رقم شما یاد بگیرین که روزانه مصروفیت های سالم داشته باشین، که هم متوجه تعلیم تربیت طفلتان باشین، هم خشونت های خانوادگی که از ایرم از بین ببرین و هم شما به حیث زنهای مسلمان باید وظیفه داشته دارین، مسئولیت دارین که حق و حقوق تان رو بشناسین و اینجا یک کار پیشه، یک کار غریبی رو پیشه بگیرین و از رای علال یک نقمنان پیدا کنین و هم در مسائل سیاسی باز بالاخره شما میتونین که یک نظر بتین، یک تصمیم بگیرین. در غیر از اوی خود در طول چند 15 سال زنهای افغانستان خوزیر امی شعراست بین رفتن کمبختا در حقشان ظلم شد، در حقشان جفا صورت گرفت. ما امید میکنم که حکومت وحدت ملی شعارهایی را که 15 سال 14 سال حکومت فاسد دیروز داد از این رقم شعارها نه تا به زندگی دسترخان مردم توجه کنند. حکومت وحدت ملی واقعا در این یک سال چه کرد برای خانم ها و کارهایی که نکرده فقط شعار باقی مانده، اون کارها چی هست که باید بکنه و سال 2016 را شما کوتاه بگوین که چگونه ارزیابی ببینین؟ شما میبینین که سرمایه یا تجارای ملی، تجارای ما یا تجارای خارجی در افغانستان دل خوش ندارن به خاطر که وضع امنیتی درست نیست. حکومت وحدت ملی نتونست که امنیت قرار بسازه، امنیت به وجود بره. یک مسئله، مسئله دومی که من فکر میکنم که اگر به می سیاست ای پیش بره و بر زنا وقتی که اینا ای چیز کردن نتونستن و اگر 2016 به می سیاستی که فعلا است
که اصل هنوز نتونستن که کابینه خود تکمیل بسازن. شما میبینین که هنوز وزیر دفاع ما نداریم، هنوز شما میبینین که رئیس امنیت ملی که امنیت مملکت ما بسیار مهم شاروال شهر پایتخت است، جای تاسف است، جای شرم است. من والله خجالت میکشم که من اینا رو چطور حمایت کردم در روز کمپاین های انتخاباتی که پایمم در حمله انتحاری دموش روز شکست آل فیلن ای بی شده. ولی من بسیار زیاد میشرمم، به خدا باور کنین که اینا اقدر ناتوان بودن از نات از کرزه که اینا ناتوان تر برآمدن که اینا نتونستن حداقل امنیت بیارن، اما امنیت پایتخت بیارن، برق داشته باشن مردم. و چی مونده ای که با سر سرمایه بزرگ گپ بزنیم و سر کارهای بنیادی گپ بزنیم؟ ولی اگر ما تصمیم بگیریم این مربوط میشه به ملت افغانستان، چی میشه مربوط میشه به زنای آگاه و زنای مسلمان با شخصیت افغانستان که در فکر مسائل شخصی نباشه، در فکر مردم باشه و آواز بلند کنن برای ختم از جنگ و برای اقتصاد مردم باید کار کنن و یک پارچه شام را دل بسوزنن سر سرخان مردم فقیر ما و کسایی که دزدی کردن دیگه دزدی را بس کنن، خجالت بکشن و برای مردم فقیر کار کنن. چون وضعیت زنا به اندازه از لحاظ اقتصادی ضعیف است که پیسی یک نقمه نان خشک خودم اینا گاهی ندارن. خیلی ممنون فتانه گیلانی، مسئول اجتماعی زنان افغانستان، از اینکه در زیر بنا با ما تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ بعض اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 69 افغانی با 30 پول، یک یورو 72.6 افغانی با 80 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی با 10 پول، یک درهم امارات 8 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 647 افغانی و 1000 کلدار هندی 1030. این هم نرخ طلا در بازار امروز کابل. یک گرم طلای کویتی 2350 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2200 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2300 افغانی، یک گرم طلای عربی 2150 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 1800 افغانی و یک گرم طلای روسی 1750 افغانی. این هم مواد اولیه. یک کیلو شکر 43 افغانی، یک بوری آرد خارجی 1300 افغانی، یک بوری برای